جواد لشکری، آهنگساز، نوازنده برجسته و مدیر پیشین ارکستر رادیو ایران و از همکاران اصلی برنامه گلها در تهران درگذشت. او به هنگام مرگ 93 ساله بود. مسئولان و مدیران خانه موسیقی ایران میگویند مراسم خاکسپاری او از تالار رودکی آغاز خواهد شد. جواد لشکری که ردیف‌های موسیقی ایرانی را نزد استاد صبا و مهدی خالدی آموخته بود، توانست با آهنگ ماندگار فتنه با صدای خانم دلکش به شهرتی یک شبه دست پیدا بکند. لاله صحرایی، توبه خان، خنده گل با صدای خانم مرضی هم از جمله دیگر آهنگ‌های به یاد ماندنی جواد لشکری است. کتاب 100 آهنگ برگزیده 100 اثر اوست که برای چندمین بار تجدید چاپ شده. شاهین خان محمدی از شاگردان جواد لشکری به سری آمریکا گفت که با وجود محدودیت‌های موجود بعد از انقلاب ایران، استاد او کماکان به فعالیت‌های هنری خود ادامه می‌داد. همیشه جزو پرکارترین آهنگسازا بودند در عصر موسیقی ایرانی. بعد از انقلاب کتاب‌هایی رو چاپ کردن مثل کتاب 100 آهنگ و نغمه‌های دلنگیز. و همیشه من خودم خاطرم هستش که استاد همیشه بدون داشتن چشم داشتی نو تا آهنگا رو در اختیار دوستان قرار میدادن، هنرجوهاشون یا خواننده های جدیدی که میخوان بحث موسیقی پا بذارن و یا خوانندگان معروفی مثل آقای افتخاری، سالار عقیلی، علیرضا قربانی از آهنگاشون استفاده میکردن و هیچ وقت خودشون رو کنار نکشیدن از عرصه موسیقی. یا اینکه در مجالس خصوصی همیشه یادم هستش که سازشون رو در کنارشون بود و خوانندگانی مثل خانم دلکش که همیشه خیلی دوست داشتن استاد لشکری رو و با ساز ایشون همیشه میخوندن. و اینکه متاسفانه خب ممنوعیتایی هم بودش، ولی استاد همیشه با تربیت کردن شاگردا چه در عرصه ویولون چه در عرصه آواز همیشه فعالیت خودشونو ادامه دادن.